the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. What's up everyone and welcome back to the Voice of Australia. خیلی خوش اومدین رفقای عزیزم. تو این ویدیو هم میخوام چند تا اصطلاح بسیار جذاب رو با همدیگه مرور کنیم و یاد بگیریم. لایک رو همین الان به افتخار خودت و تمام بچه های تیم صدای استرالیا بزن و بعد بیا داخل صفحه کامپیوتر که این کلمات جذاب رو با همدیگه مرور کنیم. خیلی خیلی خوش اومدین. اولین کلمه که بچه امروز براتون آماده کردم call up، تلفن، contact by، تلفن یعنی زنگ زدن، تماس گرفتن. این میمونه که اینجا داره ببینید میگه که he called up for more bananas، اون زنگ زد به خاطر اینکه میخواست در واقع حالا موضوعی بیشتری داشته باشه. he called up. اینجا ببینید بچه گذشته داریم استفاده میکنیم. دوستانی که دوست دارن راجع به بحث گرامر بیشتر بدونن، انتهای این ویدیو به شما پلیلیستی پیشنهاد میشه که میتونید اونجا صرف تا صد گرامر رو ببینید، یاد بگیرید، کیفش رو ببرید. he called me up، he called up for more bananas. he called me up at 2:30 in the morning. ببینید اون میخواد بگه به من تماس گرفت، اون شخصی که میخواد بگه یعنی به من تماس گرفت و بین کال و آپ میاریم. به این ساختار لطفا دقت بفرمایید دوستان، توجه کردیم؟ نمیگیم he called up me، توجه کردیم؟ میگه he called me up at 2:30 in the morning. داره میگه دو سی دقیقه مثلا نصف شب با من تماس گرفت. I always call up my grandmother on her birthday. داره میگه من همیشه روز تولد مادر بزرگم بهش باهاش تماس میگیرم. یه مکالمه کوتاه. I'm hungry but I don't want to cook. میگه خیلی گشنم اما حوصله نمیخوام یعنی آشپزی کنم. I'm hungry too. منم خیلی گشنم. خب چه کار کنیم؟ Let's call up the pizza place and order a cheese pizza. میگه که بذار به این پیتزا تماس بگیریم، پیتزایی رو، و بهش یه پیتزای پنیر سفارش بدیم. بخواست پیتزا بدون پنیر هم مگه داریم ما کلن؟ پس call up میشه تلفن زدن، contact با تلفن، با در واقع تماس گرفتن تلفنی میگن. بریم کلمه بعدی رو ببینیم با هم دیگه. calm down. خیلی بچه ها اینو توی فیلم ها جای مختلف میشنوید. become quiet، calm down. خیلی تو فیلم‌ها استفاده می‌کنن موقعی که یه نفر عصبانیه یا موقعی که مثلا خیلی هیجان زده است، موقعی خیلی استرس می‌گه calm down، calm down. خیلی استفاده میشه. Some people have a cup of tea when they need to calm down. دیگه بعضیا برای اینکه آرامش خودشونو پیدا بکنن، برای اینکه آروم بشن، یه لیوان چای می‌خورن. واقعاً همینطوریه. After the storm the sea calmed down. داره میگه بعد از اینکه طوفان تمام شد، the sea، دریا، calm down. دوباره ببینید بچه ها اینجا ایدی داریم که میشه گذشته ساده، دانه بعد طوفان دریا عرضم به حضور شما آرام شد. The child calmed down، دوباره اینجا گذشته، when we gave، دوباره گذشته، him his teddy bear. بچه ها داشته گریه میکرده، بعد اینکه teddy bearش رو بهش دادن آروم شده. یه مکالمه کوتاه. help، there is a spider on the desk. یه تصور کنید که یه نفر الان یه عنکبوتی روی میز اینجوری help there is a spider on the desk، یه عنکبوت خیلی بزرگ روی میز. calm down it's not going to hurt you. داره میگه که آروم باش، این که نمیخواد به تو آسیبی برسونه. now you guys tell me what is making you calm down، what would you do when you want to make yourself، when you want to calm down. okay tell me. دارم میگم که به من بگید داخل کامنت ها که اگر شما بخواید خودتون رو آروم کنید چه کار میکنید. When I want to calm myself down، when I want to calm myself down I listen to the music. من وقتی خودم میخوام آروم کنم معمولا یه موسیقی گوش میکنم. شما هم توی کامنت ها برای من بنویسید چه کار میکنید با این کلمات. بچه ها حتما باید جمله بسازید. can't afford، be unable to pay for، don't have enough money. یعنی چی؟ یعنی که can't afford، یعنی afford یه جوری میگن خود کلمه استطاعت مالی، خود کلمه استطاعت مالی واقعا باید توضیح داده بشه. یعنی آقا پول نداره، اینجوری خلاصش اینه، پول نداره. I'd love to buy that house. دلم میخواد این خونه رو که اینجا گذاشته بخرم. but I can't afford it. اما نمیتونم پولشو بپردازم، یعنی پول به اندازه کافی ندارم. I can't afford to buy a Mercedes Benz. داره میگه که نمیتونم یه Mercedes Benz بخرم. ایشالله که همتون بتونید به زودی یه مرسدس. I hope all of you can afford to buy a Mercedes Benz. آرزو میکنم که همه شما دوستان عزیز بتونید و توانایی مالی داشته باشید که مرسدس بنز بخرید. He can't afford a new suit. میگه که نمیتونه در واقع پول یه کت و شلوار جدید یا کت جدید رو نداره. یه مکالمه کوتاه دوباره. Mom can you buy me that computer. مامان
میتونی اون کامپیوتر رو برام بخری. I'd like to, دلم میخواد, but I can't afford it. اما نمیتونم, یعنی پول به اندازه کافی ندارم. It's too expensive. ببینید بچه ها اینجا داره میگه بعدش It's too expensive, زیادی گرون. Expensive میشه گرون. بریم بچه ها با هم دیگه ببینیم لغت بعدی رو. بله, can't help. خب عرضم به حضور شما که نکته شماره یک, اولا که وقتی این ساختار can't help میاد, فعل بعدی که معمولا قرار میگیری حالت ing form میاد. ببینید اینجا اینجوری داخل پرانتز ما گذاشتیم. can't avoid یعنی نمیتونه در واقع دوری کنه. be unable to stop, غیر قابل در واقع استوب شدن. have no choice but to, can only. ببینید داره میگه که they can't help laughing at his strange appearance. داره میگه اینا نمیتونستن جلو خندهشو بگیرن به خاطر این ظاهر عجیب و غریبی که این بنده خدا دنی کله آدم بدن مرغ دارم, اینا نمیتونن جلوی خندهشون رو بگیرن. can't help بعدش یه چیزی یعنی نمیتوانن جلوی خودشون رو بگیرن. این خیلی بچه ها لغت جذابیه. Susan couldn't help eating all the cookies. نتونست جلوی خودش. ببین اینو اگه ما معنیشو ندونیم قطعا نمیتونیم یه معنی درستی اینجا داشته باشیم. پس can't help یه فعلی که بعدش هم میاد باید اولا که ing دار باشه و بعدم معناش این میده که نمیتونه خودشو نگه داره, جلوی خودشو بگیره. سوزان نتونه جلوی خودشو بگیره که, و همه چی کار کرد, همه کوکی ها رو, همه حالا اون کیک ها یا کوکی ها که اونجا بوده همه رو خورد. I can't help falling in love with her. میگه نتونستم جلوی خودمو بگیرم و خلاصه عاشقش شدم. این داستان زندگیه. Please don't laugh at me when I sing. لطفاً به من نخند وقتی که من دارم آواز میخونم. I can't help it. میگه نتونستم جلو خودم بگیرم. You sound really funny. داره میگه که خیلی خیلی خنددار به نظر میرسی. You sound really funny. خیلی خنددار به نظر میرسی. این can't help it بچه ها وقتی شما استفاده کنید چه توی مکالمه IELTS, TOEFL یا PTE خیلی خیلی به نمره شما کمک خواهد کرد. به این دلیل که نشون میده در واقع شما از این بحث استفاده کردن از کلمات ساختار پیچیده این توانایی رو دارید, چون هم یه ساختار نسبتا پیچیده یه میتونم بگم گرامری داخلش هست که can't و help و eating اون فرم ing دار. همین یه کلمه هستش که خیلی در واقع آدم های نیتیو تقریبا استفاده میکنن این رو. بریم بچه آخرین لغتی که توی این ویدیو میخوام تقدیم شما دوستان عزیز بکنم رو تقدیمتون کنم. can't stand, dislike intensely, can't tolerate, can't bear, hate. can't stand یعنی که متنفر بودن از یه چیزی. I can't stand opera music. داره میگه که من از موزیک اپرا متنفرم. can't stand میشه متنفر بودن. she can't stand traffic jam. داره میگه که از حالا اون ترافیک وقتی که خیلی زیاده متنفره, خوشش نمیاد, نمیتونه تحمل کنه. tolerate بچه ها میشه تحمل کردن. کلمه tolerate که این بالا میبینی تحمل کردن. bear که باز اینجا میبینید اون هم باز معناش میشه تحمل کردن. they like pickles but they cannot stand mustard. داره میگه که اونا ترشی رو دوست دارن اما ماستارد حالا اون سسش یا اون چیزی که داخلش هست رو دوست ندارن به هر شکلی. let's go see the new James Bond film. میگه بریم بیا بریم با هم دیگه فیلم جدید جیمز باند ببینیم. no thanks I can't stand action movies. میگه من از فیلم های اکشن اصلا خوشم نمیاد. خیلی خوب بچه ها, امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشین. داخل کامنت ها با این کلماتی که امروز خدمت شما دوستان عزیز تقدیم کردم لطفا جمله بسازید و اجازه بدید این فضای آموزشی ایجاد بشه و همه از همدیگه یاد بگیریم. be your best friend. see you next video. یا علی.